با سلام و درود به بینندگان عزیز گیلاس ممنون از اینکه برنامه های ما رو حمایت میکنین. من روزیتا هستم ادمین کانال و امروز هم یه برنامه خندهدار براتون دارم از خالی بندی های شاخدار عباس فخرآور که تمومی ندارن این شخصیت کمدی با قوه تخیل بالاش هر روز یه هماسه تازه میآفرینه اون در تازه ترین خالی بندیش نیروهاش از اوکراین فرستاده به اسرائیل تا تو غزه بجنگن. <تصحیح> مثلا تیم, نظامی تیم نظامی کنگره ملی رو دیدی دارن میجنگن تو اوکراین دروغ میگی اول همین لایف چی بود الان نه دیدم به خدا همین الان میدار شده اومده ما یه تیم 400 نفره داریم که الان دارن تو اوکراین میجنگن با روسا بعد اون وقت این سوسولای بسیجی میان برای ما شاخوشو نمیکشن نه خدایش خدایش به من چه رفت داره دیوونن بس شاخوشو نمیکشن کشن میخورن شاخوشو اینو حالا بچرخون امیر عباس فخرآور به اصطلاح فعال سیاسی و از خالی بندان بزرگ روزگاره که دروغاش چنان شاخداره که به قول قدیمی ها مرغ پخته هم از خنده توی قابلمه بلند میشه یکی از خالی بندی های فخرآور پنج سال پیش موقعی بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد در اون زمان فخرآور ادعا کرد که ترامپ خودش عکسی از خودش رو امضا کرده و به فخرآور هدیه داده که بعدها مشخص شد این هدایا مثل قاب عکس یا کلاه و لیوان و غیره در سایت ریاست جمهوری آمریکا موجوده و هر کسی میتونه با پرداخت مبلغ کمی از طریق اینترنت یکی از هدایا با عکس رئیس جمهور وقت آمریکا رو به نام خودش سفارش بده و به صورت یادگاری از طریق پست دریافت کنه. خالیبندی دیگه فخرآور مشهور به ننگاور خالیبندی بزرگش جوری دوربین منوتو و ادعای شام خوردن در خونه ترام با حضور خانواده اون بوده که در این مورد هم دستش رو شد و مشخص شد که ترام از این مهمونی ها زیاد برگزار میکنه و هر کسی میتونه با پرداخت مبلغی پول در این مراسم ها شرکت کنه و با ترامپ عکس بگیره حتی چند ماه پیش که توی منزل پرزیدنت ترامپ توی مورولاگو من مهمون منزل ایشون بودم توی سخنران بریفینگی که درباره ایران داشتم سر میز شام ایشون تمام خانوادهشون هم حضور داشتن وقتی من یه نسخه از همین قانون اساسی پیشنهادی رو به پرزیدنت ترامپ تقدیم کردم با حیرت نگاه کرد و گفت واو که بعد همون نسخه رو به دکتر الن دوشویتس میشه گفت خدای حقوق اساسی توی آمریکا استاد بزرگ دانشگاه هاروارد که اونجا هم حضور داشت درباره پرونده مولر ایشون صحبت میکرد پرزیدنت ترامپ نسخه از قانون اساسی رو از دست من گرفت داد به پروفسور دوشویتس و گفت میخوام نظر تو تو به ما بگی درباره اینکه این چطور هست این سند و ما اما فخری در تازه خالیبندیش خالی بندیش ادعا کرده که ارتشش دارن توی اوکراین می جنگن خبت. مثلا, مثلا تیم نظامی تیم نظامی کنگری ملی رو دیدی دارن می تو اوکراین دروغ میگی اول همین لایف چی بود الان ندیدم به خدا همین الان میدار شده اومده ما یه تیم 400 نفره داریم که الان دارن تو اوکراین میجنگن با روسا بعد اون وقت این سوسولای بسیجی میان برای ما شاخشونه میکشن نه خدایش داداش به من چه رفت داره دیوونن بس شاخوشو نمیکشن گور میخوان شاخوشو اینو حالا بچرخون دوستان به نظرتون ساقی آقای فخرآور کیه؟ کسی اگه میدونه لطفاً به ما هم معرفی کنه. انگار بنده خدا ساقی کارش خیلی درسته.